چند سالی است که 19 هم زیحجه به عنوان یک رویداد تاریخی مربوط به سرزمین مقدس کربلا در تقویم شیعیان ثبت شده است فاجعه ای که در این روز توسط وهابی ها در کربلا رقم خورد آنچنان گسترده بود که کمتر منبع تاریخی می توان یافت که از آن یاد نکرده باشد گویان یورش به این شهر مقدس بزرگترین فاجعه تاریخ کربلا پس از آشورا بوده تا آنجا که برخی از مورخان آن را آشورای دوم نامیدند بر همین اساس نونزه هم زیهجه توسط مرجع عالیقدر قدر آیت الله العظما سی صادق حسین شیرازی روز جهانی مظلومیت کربلا نامگذاری شده است علی اکبری گزارش می دهد. مظلومیت همواره با نام کربلا گره خورده و به بلندای بیش از هزار سال شامل حال این سرزمین شده است از شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش در سال 61 هجری تا اعمال محدودیت ها برای زیارت عاشقان آن حضرت در دوران حکومت بنی امیه تا یورش های بی امان متوکل عباسی به مرقد آن حضرت و ظلم های بسیاری دیگر از زمامدارانی که نام و یاد حسین و تأثیر آشورای او لرزه بر اندام ستمگران میانداخت. اما گویا آنچه سال 1216 هجری قمری توسط وهابیون اتفاق افتاد آنچنان عظیم بوده که از آن تحت عنوان آشورای دوم نام بردهاند. در روز 19 همه زی حجه سال 1216 هجری قمری گروهی از وحابی ها به فرماندهی عبدالعزیز بن سعود از سرزمین حجاز وارد عراق شده و به شهر مقدس کربلا حمله ور شدند این گروه از وحابی ها از مسیر محله خیمگاه وارد شهر مقدس کربلا گردیده و بیرحمانه اقدام به کشتن مردان، زنان و کودکان همچنین قارت اموال مردم این شهر و نیز به تاراج بردن اشیاء قیمتی حرم حضرت سید و شهدا علیه السلام نمودند در این روز تعداد زیادی از ساکنان شهر کربلا بر اساس رسم دیرین و همیشگی خود در روز قدیر به زیارت حرم امیر المومنین علیه السلام در نجف اشرف رفته و در کربلا حضور نداشتند. به همین جهت کربلا خالی از حضور مردان برای مقاومت در برابر لشکریانی بود که به این شهر تاخته بودند طبق نقل برخی از منابع تاریخی در خلال این حمله هفت هزار تن از افراد فاضل و دانشمند و بزرگان شهر و از سادات و مردم کوچه و بازار به شهادت رسیدند ضمن آنکه در این واقعه خسارات قابل توجهی نیز به حرم امام حسین علیه السلام وارد شد عظمت و بزرگی این واقعه آنچنان گسترده بوده که تقریبا تمامی منابع تاریخی شرح آن را نگاشته و به جزئیات آن اشاره نمودند علامه سید محسن امین در کتاب اعیان و شیعه این گونه می نویسد وهابیان به زور وارد کربلا شدند مردم آنجا را به خاک و خون کشیدند و جز عده کمی که فرار کردند یا مخفی شدند دیگران را کشته و مجروح کردند قبر متحر امام حسین علیه السلام را ویران کرده شبکه های زریح متحر را کندند و اموال آنجا را سرقت کردند و هرچه از اموال بود با خود بردند آنان با این کار اعمال متوکل عباسی نسبت به قبر امام حسین علیه السلام را زنده کردند عثمان ابن بوش از تاریخ نویسان وهابی در شرح این یورش چنین نگاشته است گنبد روی قبر یعنی قبر حسین ابن علی را ویران ساختند صندوق روی قبر را که زمرد و, و یاقوت و جواهرات دیگر در آن نشانده بودند برگرفتند و آنچه در شهر از مال و سلاح و لباس و فرش طلا و نقره و قرآنهای نفیس و جز آنها یافتند قارت کردند و نزدیک ظهر از شهر بیرون رفتند در حالی که قریب به دو هزار تن از اهالی کربلا را کشته بودند مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی به همین مناسبت این روز را روز جهانی مظلومیت کربلا نامگذاری کردند و در تاریخ ثبت شده است. علی اکبری اخبار شیعه